در امریکا در یه جا مثلا یه جنبشی، مثلا طرفداران مویزیست، طرفداران نمیدونم گورخر، میان میگن آقا ما میخوام امروز راهپیمایی کنیم تو امریکا. طرفدارای شما چرا باید توی امریکا راهپیمایی کنن؟ اینا نتونستن 88 نتونستن کنترل کنن، به کجا انجامی زدن؟ بسیجی رو کشتن، از اونورم کشتن، بعدم هی گفتن یه ندا آقا سلطانا معلوم نشد چی کشت آخره. چی گفته معلوم نشد؟ همه میدونن ندا رو همونی کشت که نوید و مهسا و نیکا و سارینا و ریرا و خیلیای دیگر هم کشته. تو فتنه 88 ما نمیدیدیم کسانی که معترضان فوش‌های رکیک ناموسی بدن، اعتراض داشتن میگفتن آقا رأی ما رو پس بده. فوش‌های رکیکی که بی ادب‌ترین آدما به زبون خودشون نمیارن، اون طرف مثلا توی تجمع دانشجویی بیاد بگه خب یه بار با زبون خوش گفتن رأی ما رو پس بدین، گوش نکردید. یه بار با زبون خوش گفتن بنزین رو گرون نکنید، گوش نکردید. الان باز با زبون خوش بگن جمع کنین بساطتون رو میکنی؟ این آشوب تو فضای مجازی زیست میکنه، مثل یه فاضلابیه که ریخته داخل شهر سرریز میکنه. 24 ساعته توی تلویزیون رئیس جمهورشون به مردم میگه مگس، این یکی میگه فاضلاب، اون یکی میگه دیوس، بعد خودشون جنبه یه توپ تانک فشفشه روزخون بعد گم بشه رو ندارن. مشکلتون فوشه؟ خب از فردا مردم بگن توپ تانک فشفشه، مردان محترم خدا لطفاً تشریف ببرید، همه چی حله، میرید. شما الان با کی مواجهی؟ حتی سر نداره، حتی هد نداره. ما فردای سرنگونی میگیم خب حالا سوم مازاد چیه، تکلیف چیه، حکومت کیه، سرش کیه؟ ای بابا چی گفته سر نداره؟ شما جرأت کنین با همین لباس این روزا بری تو یکی از این شلوغی‌ها، 100 نفر سرشو میدن دستت که دیگه اینقدر دنبالش نگردی. طنز مسخره مجازی رو که دستشو اینجوری میکنه با همین مشهور شده تو دنیا، اسمش خابیه چیه، یا کیم گارداشیان رو نمیدونم، همه اینا اومدن وسط. حالا از بین اون همه بازیگر و کارگردان و نویسنده و نقاش و هنرمند خارجی که از مردم ایران حمایت کردن، تو فقط کون کیم کارداشیان رو شناختی که اونم به خاطر علایق و سلایق شخصی خودت لابد.